دستگیری عاملان حملات راکتی با ازبکستان و تاجیکستان. سخنگوی امارت اسلامی میگوید سه تن از این افراد کشته و پنج تن دیگرشان بازداشت شدند. نیروهای ویژه امارت اسلامی یک مرکز خوارج را در قلچفه امام صاحب کشف و منهدم کرد. این عملیات سه تن از خوارج کشته و پنج ترین دیگر زنده به اسارت درآمد. رسیدن پنجمین قطار از کمک های ترکیه به افغانستان. این بسته شامل 1500 تن مواد می شود. مقدار 1500 تن مواد خوراکی و پوشاکی از جانب دولت دوست ترکیه برای افراد مستضعف در افغانستان مساعدت شد. برگزاری مراسم عروسی 70 زوج به گونه دست جمعی در کابل. هدف از برگزاری این مراسم کاهش هزینه ها و از بین بردن رسم و رواج های ناپسند گفته می شود. 70 زوجی که تصمیم گرفتن تمام رسومات و عنعنات خرافی به مورد و به ارزشی که در جامعه وجود دارد در مورد عروسی ها اونا را کنار بگذارن و حاضر شوند در قالب اسلامی و در قالب مذهبی مراسم عروسیشان را برگزار کنند. و واکنش ایران به گفته های بایدن. وزارت خارجه ایران اظهارات بایدن در میان مقامات عرب را فتنه انگیز خواند. با نام یاد خدا و با عرض سلام به اخبار این ساعت از تلویزیون ملی افغانستان خوش آمدید. من مسعود بارکزه هستم. امروز یک شنبه 26 سرطان سال 1401 هجری خورشیدی، 18 ذوالحجه سال 1443 هجری قمری و برابر می شود به 7 جولای سال 2022 میلادی. مشروع اخبار. عاملان حملات راکتی به ازبکستان و تاجیکستان دستگیر شدند. سخنگوی امارت اسلامی در صفحه تویتر خود نوشت که نیروهای ویژه طی یک سلسله عملیات در کندوز سه تن از اعضای این گروه را کشته و پنج تن دیگر را زنده به اسارت گرفتند. افراد دستگیر شده به جرمهای خود اعتراف کردند و افزودند که داعش در حملات راکتی به تاجیکستان و ازبکستان با جبهه مقاومت هماهنگی می کرد. گزارش. سخنگوی امارت اسلامی در صفحه تویتر خود نوشته که نیروهای ویژه امارت اسلامی شب گذشته گروهی را در منطقه قلچفی ولسوالی امام صاحب قندوز که چند پیش به ازبکستان و تاجیکستان بمباران کرده بودند شکست دادند. نیروهای ویژه امارت اسلامی یک مرکز خوارج را در قلچفه امام صاحب کشف و منهدم کرد. این عملیات سه تن از خوارج کشته و پنج ترین دیگر زنده به اسارت درآمد. وسایل و تجهیزات آنان در دست نیروهای امارت اسلامی افتاده. چند پیش این کسان با ازبکستان و تاجیکستان حمله موشکی انجام دادند. در اینجا تقریبا سه اندیوال در کتما دی خانه بودیم. دو اندیوال دیگه هم گفت میاییم که خودم مر فاروق بوده که یک بچه دیگه هم او رو نمشناختم. اندیوال مر فاروق بود. در می خانه که مثلا بودیم سه نفر بودیم. ما خود مقاومت نکردیم که مردم هایی که مقاومت کردن او صاحب خانه بوده. افراد دستگیر شده در گفتگوی اولیه به جرم خود اعتراف کردند و گفتند که از شش ماه پیش به این گروه در ارتباط بودند. امی مزایلات که برای ما معترف تاجیکستان و ازبکستان شارک میکردیم که اما هنگی بین جبه مقاومت و داعش بوده که اونا از پنشیر و اندراب مزایل ها رو خریداری میکردن به اون طریق های خود انتقالش میکردن تا ایجا را باز میدادن به رزی مردم باز میمدیم طرف تاجیکستان و ازبکستان دو دفعی را شارد کردیم. امارت اسلامی بارها گفته است که به هیچ گروه اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه همسایگان و منطقه و جهان را نخواهد داد. پنجمین قطار کمک‌های بشردوستانه کشور ترکیه به بندر تورخوندی رسید. این بسته کمکی 1500 تنی شامل مواد غذایی و پوشاکی بوده که سوی کشور ترکیه برای خانواده‌های مستحق در 34 ولایت افغانستان در نظر گرفته شده است. محمد جمع رضایی با جزئیات بیشترین خبر. بسته های کمکی مواد غذایی و غیر غذایی 1500 تن که از سوی کشور ترکیه به تازگی به بندر تورخوندی هرات رسیده است. این معموله کمکی با حضور مسئولان اداره محلی هرات و جنرال کنسول ترکیه به ریاست هلال احمر تحویل داده شده است. مقدار 1500 تن مواد خوراکی و پوشاکی از جانب دولت دوست ترکیه برای افراد مستضعف در افغانستان مساعدت شد و هیئتی که از مقام ولایت تعیین گردیده بود تسلیم شدند. با
500 تن از این کمک ها به ریاست هلال احمر تسلیم داده شد و قرار است این 500 تن با خانواده های متضرر زلزله اخیر و سیل آزادگان در افغانستان کمک شود. از سوی مسئولان هلال احمر هرات با استقبال از این کمک ها بر دوام کمک های بشردوستانه از سوی نهایت های خیریه و کشورهای کمک کننده تاکید میکنند. به گفته آنان بیش از 10,000 خانواده مستحق در این ولایت بسته های مواد غذایی و غیر غذایی از سوی این اداره را دریافت نموده است. از هر نوع مواد هایی هست که در کمک های بشردوستانه و مورد نیاز دیده باشه و اونا فرستاده. شماره شهروندان هرات نیز از کمک های بشردوستانه کشور ترکیه استقبال نموده و خواهان توزیع عادلانه این کمک ها هستند. این در حالی است که پیش از این نیز 4 معموله بسته های کمکی کشور ترکیه از بندر ترغند به هرات رسیده و به نیازمندان ولایت مختلف کشور توزیع شده است. خوشحالی بر مشکلات بجا شدگان در ولایت غور افزوده است. مسئولان اداره اودت و مهاجرین این ولایت میگویند زراعت دهاقین کاملا خشکیده، دولت و مؤسسات باید به مهاجرین این ولایت توجه نماید. شرح بیشتر از علاءالدین محمدی از ولایت غور. خشکسالی های پی در پی، فقر، نبود زمینه کار، حوادث ناگوار طبیعی، خشکیدن حاصلات دهاقین بر مشکلات باشندگان ولایت غور افزوده است. مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی غور میگویند اگر امارات اسلامی و نهادهای بشردوستانه به این ولایت توجه نکنند، فاجعه انسانی رخ خواهد داد. پیشنهاد ما همی است که در ولایت غور جدی کار خور عملا انجام بتینند که وضعیت ولایت غور واقعیت بسیار وضعیت نگران کننده است. دلیلش کی است که باران امسال در وقتش نبوده و کشت مردم نشده. مشکلات فقر در غور زیاد هست و روز به روز رو به افزایش و افزونی هست دیگه، و این کمک هایی هم که از طرف نهادهای کمک رسان و مؤسسات همکار صورت میگیره برای مردم با مقایسه با فقری که در غور وجود داره بسنده نبوده و نیست. اگر در این قسمت توجه نشوه و نهادهای کمک رسان و حکومت مرکزی توجه نکنن، خدای نخواسته و احتمالاً با احتمال زیاد ما در غور شاهد فاجعه انسانی خواهیم. این نگرانی ها در حالی از سوی مسئولان محلی مطرح می‌گردد با اثر عدم بارندگی تمام زراعت للمی دهاقین و علفشرها در این ولایت خشکیده است. گفته می شود اگر در امر کمک رسانی در ولایت غور اقدام و توجه صورت نگیرد، فاجعه انسانی رخ خواهد داد. با همکاری یک نهاد مردمی و کمک های مردم، 72 زوج مراسم عروسیشان را تحت شرایط اسلامی و رسوم و عنانات جامعه در کابل جشن گرفتند. این جوانان از همکاری نهاد مردمی ابراز خرسندی نموده و برگزاری همچو برنامه ها را در اصلاح و تربیت جوانان در جامعه بسا مهم می دانند. محمد رفیق کمالپوری در این مورد گزارش می دهد. مراسم عروسی دستجمعی که با حمایت نهاد مردمی و کمک خیرین برگزار شده، در آن بیش از 70 زوج عروسیشان را جشن گرفتند. چیز تجلیل شده، مراسم خیلی خوش است. تشکر میکنم از کسی که برگزار کرده. خیلی عالی است مثلا. ما خیلی لذت بردیم. خیلی عالی. مراسم ازدواج چون پیامبر فرموده یعنی امروز نصف دین ما تکمیل میشه. خوشحال هستیم، حتما خوشحالیم. احساس خوبی داریم. مراسم این قدر خون کذاب به سالک مراسم خوب و با معنوی و با مذهبی هست. اونای خود تشویق میکنیم به این مراسم شرکت کنن، از اون مراسم های مثلا که خود نمایی و ایسا پرهیز کنن، وای از پیرو خود، از مذهب خود، از امام علی امام جعفر صادق پیروی کنن. مسئول نهاد مردمی و برگزار کننده این مراسم عروسی دستجمعی، راه اندازی همچو برنامه ها را در کنار کمک به جوانان کم درآمد در متوجه ساختن خانواده ها در عنانات جامعه و تحت شرایط اسلامی بسامای میدانند. 70 زوجی که تصمیم گرفتن تمام رسومات و عنانات خرافی به مورد و به ارزشی که در جامعه وجود دارد در مورد عروسی ها اونا را کنار بگذارن و حاضر شوند در قالب اسلامی و در قالب مذهبی مراسم عروسیشان را برگزار کنند. در طی چند سال اخیر با ابتکار نهادها، شوراهای مردمی و افراد خیر برای صدها زوج جوان زمینه عروسی بدون مصارف به شکل دستجمعی مساحت گردیده است.
سومین دوره کمپاین سرتاسری تطبیق واکسن کرونا در تخار آغاز شد. مسئولان صحت عمومی تخار در جریان آغاز این کمپاین میگویند قرار است در این دور بیش از 40% افراد واجد شرایط در سرتاسر این ولایت واکسن کرونا دریافت نمایند. رئیس صحت عمومی تخار از واجدین شرایط میخواهد با افراد مصاب شده و جلوگیری از بسیاری کرونا واکسین را دریافت نمایند. جلسانا با جزئیات بیشترین خبر. آغاز دوره سوم کمپاین تطبیق واکسن کرونا در تخار. مسئولان صحت عامه در برنامه تطبیق این روند میگویند قرار است در این دور بیش از 40% افراد واجد شرایط در سرتاسر این ولایت واکسن کرونا دریافت نمایند. رئیس صحت عامه تخار از مردم میخواهد به خاطر تطبیق این برنامه ملی با رضاکاران بخش صحت همکاری نمایند. ما در دوره قبلی که دو دوره قبل به تعداد 140,000 نفر واکسین شده بوده و باقی ماندهش در دوره سومی که از واکسین ماندن اینا واکسین میشوند. به گفته مسئولان این کمپاین به مدت 30 روز بدون وقفه ادامه خواهد داشت و افراد واجد شرایط که سنشان از 18 به بالا باشد توسط تیم‌های موظف واکسین خواهد شد. همچنان واکسینی که در این دور تطبیق می شود از نوع واکسین آمریکایی به نام جانسون جانسون می باشد که در یک مرحله برای افراد واجد شرایط تزریق می گردد. 260 نفر واکسیناتور استخدام کردیم که در هر تیم ما متشکل از 5 نفر است. در هر تیم ما 2 نفر از طبقه اوناست. به خاطر تطبیق برای مادرها و خواهرها ما داریم و ولسوالی ها هم نظر به خود ظرفیت ولسوالی ها در هر ولسوالی نظر به تعداد نفوس ما تقسیم بندی کردیم. از مردم و خواهرها و برادرها و تمام اهالی شهر تالقان خواستار هستیم که بیاین همینجا از این مرض کشنده خود را نجات بدهند. به گفته مسئولان صحت در این دور آنان بیش از 260 تن از واکسیناتوران را که در ترکیب آنان زنان نیز می باشد تنظیم کردند که واجدین شرایط را واکسین خواهند نمود. مسئولان در ولایت سمنگان از افزایش بی پیشینه مرض کولرا در این ولایت خبر می دهند. مسئولان صحی در شفاخانه ولایتی سمنگان می گویند که با گرم شدن هوا امراض ساری و فصلی نیز بیشتر شیوع پیدا کرده است. همکارم از ولایت سمنگان گزارش می دهد. افزایش بی پیشینه مرض کولرا در ولایت سمنگان. دکتران در شفاخانه ولایتی سمنگان می گویند با گرم تر شدن هوا انواع امراض ساری و فصل نیز شیوع پیدا می کند. کولرا یا اسهالات شدید که یک مرض به شدت ساری، حاد انتانی باکتریایی و کشنده می باشد در چند روز گذشته در ولایت سمنگان شیوع نموده و تعداد را به این مرض مصاب ساخته است. تا حال در شفاخانه ولایتی سمنگان 13 واقعه به شمول امروز در ظرف 4-5 روزی که این واقعه پیدا شده 13 واقعه ثبت شده. فعلا عملا 7 مریض ما داخل بستر داریم، هم از بخش کائلا هم از بخش اطفال. هرچند مرض کولرا در این روزها در ولایت سمنگان تعداد را مصاب ساخته است، اما دکتران در شفاخانه ولایتی سمنگان از آمادگی کامل جهت وقایع و تداوی این مرض با همکاری صحت عامه این ولایت و نهادهای کمک کننده خبر می دهند. ما یک کمیته را به نام کمیته حالت اضطرار داریم که در اونجا متشکل از متخصصین دکتر سبا ما مسئول شفاخانه ولایتی و ریاست صحت عامه رهبری از این جلسه را داره و همچنان به خاطر از پیشگیری از اینا ساعاتی که مریضا در اونجا بستر میشه کلورینیشن صورت میگیره همیشه و از آب پاک استفاده میشه. با وجود آنکه این مرض در این روزهای پسین در ولایت سمنگان شیوعی بیشتر نموده، در رابطه به این مرض والدین مریضان چنین میگویند: استفراق هم یکد پیچ هم بود یکی از بین رفته بود، اگر نمی آوردیم از بین رفته بود. در همین حال مرکز درمانی اسهالات در چوکات ریاست صحت عامه البلخ به فعالیت آغاز کرد. این مرکز به منظور بهبود و چگونگی رسیدگی به وضعیت بیماری کولرا فعالیت می کند. مسئولان در صحت عامه بلخ می گویند که آنان 200 بستر را در این مرکز مد نظر گرفتند. گزارش. رئیس صحت عامه بلخ گفت بر اساس آمارهایی که وجود دارد بیماری کولرا در حال افزایش بوده و در ولایت‌های امجوار بلخ بین 4-5 هزار تن به این بیماری مصاب شده و لازم است تا آنان آمادگی‌های لازمشان را جهت مقابله با این بیماری بگیرند. در ولایت جوزجان
تعداد واقعات به حد زیاد است، اضافه تر از حدود 4000-5000 است و همچنان در ولایت سمنگان تعداد واقعات زیاد است. وی از تمامی شهروندان خواست تا از خوردنی های غیر صحی جلوگیری کرده و مقررات صحی را در خانه محیط زندگی رعایت کنند تا به این بیماری مصاب نشود. تمام تدابیر خود گرفتیم، با تمام تیم خود رفتیم به ولسوالی بلخ، به کمربند تیم سیار خود به کمربندها توظیف کردیم تا که مریضایی که مشکوک به کولرا و یا مرض کولرا هستند اونا رجعت داده شد به شفاخانه ولسوالی. شفاخانه ولسوالی اضافه تر از 100 مریض ما آمادگیش گرفته. معاون مقام ولایت بلخ در انگام گشایش این مرکز آن را قدم بزرگ برای رفع نیازمندی های مردم در بخش ارائه خدمات صحی مهم توصیف کرده، بر تقویت برنامه های درمانی تاکید ورزیده، اظهار داشت تا مسئولان در جهت جلوگیری از بیماری کولرا و گسترش آن در جامعه اقدامات لازم نماید. گفتنی است سلطنت بلخ از عموم مردم خواست تا برای جلوگیری از شیوع اصالات در میان خانواده ها بر طبق هدایات سپرده شده از سوی مسئولان سلطنت بلخ عمل کرده و توصیه های درمانی را در جامعه مد نظر بگیرند. نمایندگی جدید بانک ملی در ساحه قصبه ناحیه 15 شهر کابل افتتاح گردید. باشندگان محل با استقبال از این اقدام بانک ملی میگویند امیدوار هستند با ایجاد این نمایندگی مشکلات بانکیشان حل گردد. مسئول احمدی با جزئیات بیشترین خبر. بانک ملی با پیشینه خدمات 90 ساله در کشور به روز یکشنبه نمایندگی جدیدش را در کابل در ساحه ناحیه 15 پایتخت در ساحه شهرک قصبه افتتاح کرد. رهبری بانک ملی هدف از این اقدام را ایجاد سهولت بیشتر برای باشندگان پایتخت میگوید. بانک ملی بانک ثابت کرده که من بر خپل روز پاتیکیگو څنګه پر څنګه بحران راغل لاړل ملی بانک پاتسه دلته خلکو پیسې مسونی پاتسوی من سره صدې خلک چې هغې دلته د داود خان له وخت نه حساب لري، د ظاهرشاه له وخت نه حساب لري او د دېرش څلوېښت کاله مخکې د دوی پلرونو دلته حساب درلود چې دوی اوس هم پوښتنه کوي موږ سره ارقام شته، معلومات شته، معلومات ورکوئ سو ورته. ملي بانک پرون هم و نن هم شته او انشاءالله راتلونکي کې به هم ژوندی پاتې کیږي. میفته که در یک ماه یک بانک تازه تاسیس نسبت به تمام بانک ها بااعتمادترین میشه. نظر به چی است؟ نظر به نحوه خدمات و وضعیت بانک است. چه قسم سهولت ایجاد میکنه، چه قسم خدمات را میکنه، باعث ازی میشه که بانک از اعتبار بالای بانکی برخوردار شد. باشندگان این محل که گفته میشود شمارشان به حدود 18000 خانواده میرسد، با استقبال از ایجاد این نمایندگی میگویند ایجاد این مرکز اندازه زیادی مشکلات بانکیشان حل خواهد شد. لیسه یک معلول این بل برق برای ما میامد جگرخون خودم هم تناسورت میرفتیم تا لیسه مریم نمایندگی های دیگه. اقدر خوشحال هستم که این فعلا در لباس های خود جای نمیشم. هر کس که اقدام کرده بسیار کار نیک است، کار خوبی است. خداوند خیر و عزت نصیبشان کنه. بانکونه نو هر دیر په تکلیف کې ور واقعن په دې شپږ شارکو کې د قصبی زون مونږ سه بانک نه درلوده اوس الحمدلله دغه د بانک افتتاح سو جوړ سه او مونږ خوشاله یو. بانک ملی و پشتنی بانک به عنوان بانک های دولتی تلاش دارند به ایجاد نمایندگی های جدید در بخش های از کشور به خصوص در پایتخت سهولت های بیشتری برای شهروندان کشور ایجاد کنند. ریاست صحت عمومی بادغیس روند جمع‌آوری داروهای تاریخ گذشته را در این ولایت آغاز کرد. رئیس صحت عمومی بادغیس میگوید با دواخانه‌داران که داروهای تاریخ گذشته را توزیع کنند برخورد جدی صورت میگیرد. عبدالسمیر آتفر با جزئیات بیشترین خبر. ریاست صحت عمومی بادغیس روند جمع‌آوری دواهای تاریخ سپری شده را در این ولایت آغاز کرد. رئیس صحت عمومی بادغیس میگوید که این ریاست نیمه شب گذشته دروازه تمام دواخانه ها را مسدود و امروز روند جمع‌آوری دواهای تاریخ گذشته را آغاز کردند. وی می‌افزاید که وجود دواهای تاریخ سپری شده و استفاده آن از سوی مردم مریضی ها را تشدید می بخشد. رئیس صحت عامه هشدار می دهد که با دوافروشان که دواهای تاریخ سپری شده را به مردم بفروشد برخورد قانونی می شود. امرای ما متخصصین دکتر صایبا در این کار شرکت کردند. شما می بینید که ما دوای اکسپیر، تاریخ اکسپیر یا تاریخ تیر جمع‌آوری می کنیم. از سوی هم باشندگان ولایت بادغیس این اقدام ریاست صحت عامه را ستایش کرده و می گویند که باید با دوافروشان متخلف برخورد شود. آنان می افزایند که از سالیان طولانی دواهای تاریخ گذشته در بین مردم پخش شده و باید
جلوی فروشندگان این داروها گرفته شود. دولت قبلی جمهوری نکرده بود. این حال مجاهد صاحبا تشکر از اینا که از اینا تا خانه خدا خوشیم یعنی دوای تاریخ ترشده رو اینا جمهوری میکنه مردم ها در علاقت نمیرسن. این در حال است که همواره مسئولان صحی در کشور از وجود داروهای تاریخ سپری شده و اسرار آن به مردم هشدار دادند. با آن هم این داروها به مردم به فروش میرسد. در یک هفته ایام عید قربان 18 رویداد ترافیکی در مرکز فرا به ثبت رسیده است که طی این رویدادها 37 تن به شفاخانه انتقال داده شده و یک کودک جانش را از دست داد. باشندگان فرا هم خواستار نظم ترافیکی و جدیت در ایجاد این نظم می باشند. بصیر سیلا با جزئیات. مرکز فرا طی یک هفته عید قربان شاهد 18 رویداد ترافیکی بوده است. کمبود امکانات مدیریت ترافیک و بی‌توجهی مردم از عاملان اصلی این رویدادها عنوان می‌شود. مدیریت ترافیک فرا با ارائه این آمار خبر از کشته شدن یک طفل در این رویدادها می‌دهد. تقریباً اتل سپیش را من سید فرا عمومی ولایت فساد باندې. نو دغه یو چې یو کچنی شید سوی وو او درې نور سخت زخمیان وو. یو بل وو چې د زرنج سره ټکر کړی موټر سایکل والا وو. در همین حال شفاخانه ولایتی فرا از انتقال 37 تن در پیوند به رویدادهای ترافیکی به این شفاخانه خبر می‌دهد. آمریت این شفاخانه می‌گوید مراجعین رویدادهای ترافیکی در هفته عید قربان نسبت به هفته‌های عادی افزایش داشته است. مجموعی دول و درش تن ناروغان در ترافیکی حدیثات لکبال در فرا ولایتی روختون تا راول سویده چه در دی جمعی چه چلر وش تن نارینا چلور تن شدی و نه تن ماشومان. باشندگان فراهی افزایش نفوس و بیتوجهی به قوانین ترافیکی را از عوامل بی نظمی شهر فرا می دانند. از آمریت ترافیک و فامیل ها می خواهند تا جلوی استفاده اطفال از وسایط نقلیه را بگیرند. شهر شلوغ شده، مردم از اطراف و ولسوالی ها خیلی زیاد و برو مرور داره، سرک ها بنده و با بغل ها موتر ها خیلی استاده، سرک ها بند داره. در کچنیان پلست موتر سیکل نورکوی او در لویان و مچرند سمانده خواهشتی چه خپل موتران احتیاط وکی، احتیاط شرط ده. عدم آگاهی بیشتر رانندگان وسایط از قوانین ترافیکی یکی از چالش های اساسی نظم ترافیکی در فرا است. همچنان در تمامی این ولایت به ندرت میتوان تابلوی راهنمایی ترافیکی پیدا کرد. اکنون همچند خبر از جهان. پس از آن که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در میان سران کشورهای عربی از تهران انتقاد کرد، ایران به سخنان بایدن واکنش نشان داد. جو بایدن در آخرین روز سفر خود به خاورمیانه در جده عربستان سعودی گفت که واشنگتن به هیچ کشور اجازه نخواهد داد که آزادی عبور و مرور دریایی را در تنگه هرمز مختل کند. وی همچنین تاکید کرد که نیروهای آمریکایی از خاورمیانه خارج نخواهند شد و نمیخواهد که در این منطقه ایران، چین و روسیه جایگزینی آمریکا شود. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران این سخنان جو بایدن را تداوم سیاست فتنه انگیز و همچنان تنش برانگیز آمریکا در منطقه خوانده است و افزوده است که سیاست آمریکا در منطقه به شکست مواجه شده و این کشور می خواهد که در منطقه بحران ایجاد کند. سربسان از کشته شدن 8 خدمه تیاره باربری نظامی از نوع آنتونوف EN-12 اوکراینی خبر داد. وزارت دفاع سربستان در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که این تیاره در نزدیکی شهر کاوالا در شمال یونان سقوط کرده است. این وزارت افزوده است که تیاره مذکور حدود 11 تن تسلیحات را به بنگلادش حمل می کرد. وزارت خارجه اوکراین نیز اعلام کرد که 8 خدمه این تیاره شهروندان اوکراین بودند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تعهد کرده است که مناطق اشغال شده اوکراین را از روس‌ها آزاد می‌کند. زلنسکی در یک پیام ویدیویی گفت که از آغاز تهاجم نظامی روسیه بر این کشور، نیروهای اوکراینی توانستند تا شمار از مناطق اشغال شده را به تصرف خود درآورند. وی تجدید عملیات نظامی روسیه را در سراسر اوکراین جنبه تبلیغاتی خوانده است. این در حالی است که مقام‌های روسی اعلام کردند که عملیات جدی را در اوکراین آغاز نکرده و از کشورهای غربی خواسته است تا از مداخله و دوام جنگ در اوکراین جلوگیری کنند. قرار است فردا 8 دور مسابقات لیگ کرکت اتصالات اشپگیزه برگزار شود. در این مسابقات 39 بازی میان 8 تیم برگزار می شود. قرار است در نخستین دیدار تیم های اژدهای بند امیر و بازان کابل برگزار گردد. محمد حیدری گزارش می دهد. 8 دور لیگ کرکت اشپگیزه اتصالات
قرار است از فردا آغاز شود. مقدمات این مسابقات به پایان رسیده است. لیگ کرکت اشپگیزه به عنوان منبع درآمد بازیکنان داخلی افغانستان نیز شناخته می شود. بازیکنانی که در این مسابقات بازی می کنند به تیم ملی و لیگ های بین المللی معرفی خواهد شد. این لیگ با امکانات داخلی ملی سپورت نشر می شود. دا ځل شپږیزه کې اته لوبډلې دي. تیرو کې به شپږ لوبډلې وي، دوه نورې لوبډلې هم اضافه شوې دي، چې د دې سره کله چې دوه لوبډلې اضافه کیږي د هغې سره لوبې هم اضافه کیږي. تیر کال تیرو شپږیزو کې موږ نولس لوبې درلودلې، دا ځل خوشبختانه په دې شپږیزه کې موږ دوه دیرش لوبې لرو په ژوندۍ بڼه د فاینل په شمول، چې ډېرې زیاتې لوبې دي. در مورد حضور راشد خان، محمد نبی و نوین الحق در هشتمین دور لیگ شپږیزه از مسئولان کرکت پرسیدیم. مسئول عمومی لیگ کرکت اشپگیزه در مورد مصدومیت نوین الحق در لیگ ویلانتی انگلیس گفت که در اولین بازی اشپگیزه حضور نخواهد داشت. او قرار است پس از یک هفته به این لیگ ملحق شود. نبی ما پیغام نبی سر خبری وشوی، نو کوشش کوی چه اول خود لمره لوبو تراشی که نوی در آقا هم یه هفته شپاگورز که یعنی اخیری طولو میچونو که با دخپل لوبدلی سر یوزش راشد سر خبری روانی دی، نو انشالله و تعالی پا دی هیلا بانی چه راشد هم کوشش کوی زکر دا آقوی دا سیدی چه مخکینی کمیتمنس دیش. در روز اول این لیگ نخستین بازی میان بازیکنان بندامیر و بازان کابل برگزار میشود و در دومین مسابقه مثل عینک با مساف اسپینغر خواهد رفت. شما می توانید به استادیوم بین المللی کابل بیایید و تیم و قهرمانان خود را از نزدیک تشویق کنید. لازم به ذکر است تمامی مسابقات لیگ اشپگیزه کرکت به صورت زنده و قانونی از طریق ملی سپورت پخش می شود. و چند خبر کوتاه ورزشی دیگر. پس از تلاش های پی هم باشگاه بارسلونا و لابر لواندوسکی، بالاخره این بازیکن لهستانی به بارسلونا پیوست. لواندوفسکی 8 سال برای بایرن مونیخ بازی کرد و یکی از بهترین بازیکنان لیگ بوندسلیگا به شمار می رفت. بارسلونا در ازای خرید لواندوفسکی 5 میلیون یورو به بایرن پرداخت کرده است. این در حالی است که تیم بارسلونا امسال با خرید بازیکنان قوی تیم بهتری از فصل گذشته ساخته است. رقابت های کوارتر فاینال یا هشت بهترین جام ملت های والیبال بعد تاریخ 20 جولای آغاز می شود. قرار است در این رقابت ها آمریکا و برزیل، ایتالیا و هلند، فرانسه و ژاپن، ایران و پولند در مقابل هم قرار گیرند. این بود اخبار این ساعت. از توجه و همراهیتان سپاس. وقت بخیر. خدا نگهدار.